نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسین شیرازی روز شنبه 19 صفر سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که فردی که از گناهان خود توبه کرده همانند کسی است که اصلا گناه نکرده فرمودند، اطلاقات این حدیث حکایت از آن دارد که پس از توبه تمامی گناهان گذشته انسان پاک می شود، همانند زمانی که اصلا گناه نکرده، مگر آنکه حق و ناسی به گردن انسان باشد که تا صاحب آن حق راضی نشود خدا هم از آن نخواهد گذشت. اما اگر حق خدای متعال باشد، پروردگار در آیه 53 سوره زمر فرموده است هرگز از رحمت نامنتهای خدا ناامید مباشید، البته خدا همه گناهان را اگر توبه کنید خواهد بخشید و این وعده الهی است که پس از توبه تمامی گناهان را بیامرزد. معظم الله در ادامه فرمودند مقتضای ادله این است که اگر کسی گناهی مرتکب شود و فعل واجبی مانند نماز را ترک کند و مثلا یک روز نماز نخواند و سپس توبه کند، یعنی پشیمان از نماز نخواندن شود و نماز را به جا آورد، اگر این شخص مجدداً دچار همان گناه یا گناه دیگری شود، گناهان گذشته او باز نمی‌گردد. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. این رو تو تفسیر داره، شاید هم روایت داشته باشه، شاید که یعنی سفاهت آدم گناهکار یا آدم سفیهیه. بله، ظاهر سفاهت، جهل اینا نه، چون مسئله نمیدونه، چون جهل ممکنه جهل قصوری باشه و اصلا این گناه نیست. و نه همین احتمال میدم روایت هم داره جهاله، یعنی سفاهت، یعنی اون سفاهت آدمی که میدونه این چیز واجبه و میدونه باید انجام بده و محل نمیده عمل نمیکنه، یه نوع سفاهته.